ببینید، واقعا شرم‌آوره که بر چنین متنی اسم قانون رو گذاشتن، مجموعه ای از خوزعبلات و یاوگویی‌هایی است که آوردن گذاشتن در اون متن و با نام قانون. ببینید، اون فضایی که این قانون ترسیم کرده برخلاف اون مدل زندگی اکثریت قاطع ملت ایرانه، یعنی شاید حتی دیندارهای ایران هم اونطوری که اون قانون ترسیم کرده زندگی نمی کنن و پوشش ندارن. بنابراین وقتی که اکثریت قریب به اتفاق یک جامعه به اصطلاح مخالف با یک قانون هست و اون رو مشروع نمیدونه و عادل نمیدونه، طبیعتاً که نمیاد به اصطلاح پایبند باشه به اون قانون. همونطوری که ما در مسئله قانون ممنوعیت نگهداری تجهیزات ماهواره داشتیم، ببینید یه موقعی آقایون که اینو تصویب کردن، این قانون ماهواره رو، مثل این نینجاها از پشت بوم مردم میرفتن بالا و اینا با لگد میزدن، آنتن ها رو میشکوندن و از این کارهای حالا واقعا مضحک. بعد از یک مدتی دیدن که نه، نمیشه، الان همه جلوی پنجرهشون ماهواره گذاشتن و دیگه هم نمیتونن کاری بکنن. چرا؟ چون که واقعا جلوی این کار رو نمیشه گرفت. مردم این کار رو به اصطلاح غلط و اشتباه نمیدونن. در مورد مسئله حجاب هم چنین چیز هستش. اون حجابی که اونجا تعریف شده با اون سختگیری هایی که به عمل آمده رو واقعا مردم قبول ندارن و نمیپذیرن. بنابراین فکر نکنید که حالا که اینا نوشتن قانون رو و جزای نقدی گذاشتن، حبس گذاشتن، حتی به نوزادها هم رحم نکردن در مورد اینکه عروسک هاشون باید محجبه و اینها باشه، مردم هم پایبند به این خواهند بود. به عبارتی یه چالش بزرگی در جامعه ایجاد خواهد شد، به خصوص اینکه به هر حال دولت فعلی حالا در ظاهر هم باشه مخالف اجرای این قانون هستش، و از طرف دیگه وقتی هم مردم پایبند به این قانون نیستن، به هر حال به نظر میرسه که یک تقابل جدی بین مردم و حکومت و نیروی انتظامی و غیره در روزهای آینده شکل بگیره. ببینید، ممنون آقای برزین، به مخالفت دولت اشاره کردین. برخی از دولت پزشکیان خواستن که این قانون رو ابلاغ نکنه، ولی از سوی گفته میشه که به هر حال دولت مکلفه که قوانین رو که تصویب شده در مجلس و شورای نگهبان ابلاغ کنه. به نظر شما ابلاغ این قانون از سوی مجلس یا دولت چه تفاوتی خواهد داشت؟ ببینید، در اصل خب این وقتی که تصویب شده به تایید شورای نگهبان رسیده، این یک قانونه. اگر هم رئیس جمهور نیاد ابلاغش کنه، به هر حال نهایتاً اجرایی میشه، مجلس میاد ابلاغش میکنه، یعنی تأثیری در عمل از لحاظ حقوقی نخواهد داشت. ولی به هر حال دولت حداقل با این کارش مخالفت خودش رو با اجرای این قانون نشون میده. ضمن اینکه درسته که حالا خیلی از دستگاه های دولتی و اجرایی هم یک سری وظایفی رو در اجرای اون قانون بر عهده گرفتن، اما به هر حال دولت میتونه حالا با یه سازوکارهایی حداقل از اجرای بخشی از اون قوانین خودداری کنه. ببینید، اجرای این قانون تبعات خیلی سویی رو خواهد داشت. فقط مسئله مربوط به مجازات پوشش و اینها نیست. اونجا در قانون پیش بینی شده که اونهایی که حجاب رو رعایت میکنن در دستگاه‌های دولتی و غیره یه نوع امتیازی خواهند داشت. اونهایی که رعایت نمیکنن این یه توان منفی خواهند داشت، از جمله اینکه مثلا نمیتونن استخدام بشن، نمیتونن ترفیع بگیرن، حتی اون به صدا پروژه‌ای که در مورد حجاب بهش حمایت‌هایی میشه، یعنی یک جوری گفتن که یه عده خیلی خاصی که اون حجاب مورد نظر این قانون رو بخوان رعایت کنن خودین، مابقی که شاید بیشتر از 90% هستن غیر خودین. این خودش در دستگاه‌های اجرایی باعث تشدد
تولد خواهد شد، ضمن اینکه اجرای این قانون تقابل مردم رو پیش میاره، یعنی یک سری که حالا وابسته به خودشونن در قالب آمر به معروف و بسیج و اینا اختیاراتی میدن که به اصطلاح بیان در تقابل با مردم قرار بگیرن، بی نظمی و هرج و مرج رو افزایش میده. به هر حال قانون در اصل برای ایجاد یه نظم در اجتماع پیش بینی میشه. این قانون درست برخلاف اون مقصدش تصویب شده و همونطوری هم که آقای برهانی گفتن کاری حالا به حقوق هم نداریم که 100% معارض با حقوق، در تعجبه که اعضای شورای نگهبان که میگن ما مجتهد هستیم چطور چنین قانونی که اصلا خیلی واضحه که بر علیه موازین شرعی هست رو تایید کردن. سپاسگزارم آقای موسی برزین، حقوقدان از ترکیه که دعوت ما رو پذیرفتید.